من در سال 1307-1928 در تهران به دنیا آمدم. خانواده من از طرف پدری خانواده کارمند دولت بود و از طرف مادری خانواده مالک متوسط. Gurkha infantry and other empire troops enter Kermanshah as from south and west Britain sends forces into Iraq. دهه 20 خورشیدی همزمان است با پیشروی متفقین در جنگ جهانی دوم. رضا شاه پهلوی به اجبار از سلطنت کنار می رود و ایران به اشغال متفقین در می آید. رخدادی تلخ که غرور جوانان عصر رضا شاهی مانند داریوش و همایون را جریحه دار می کند. هجوم به ایران و اشغال ایران از طرف نیروهای خارجی ضربه بسیار سختی بر نسل ما وارد کرد. خواستیم از نظر سیاسی فعال باشیم. زندگی سیاسی من از 14 سالگیم شروع شده. من از 1321 با یک گروهی از دوستانم یک گروه مخفی تروریستی به نام انجمن تشکیل دادیم و یک سلسله کارهای تروریستی کردیم در اون سالها. در آخرین عملیات گروه انجمن که حمله به اردوگاه نظامیان آمریکایی است، انفجار یک مین پای داریوش و همایون را مجروح می کند و او برای همیشه در راه رفتن دچار مشکل می شود. در فضای باز دهه 20 خورشیدی، حزب چپگرای توده پرنفوذترین جریان سیاسی کشور است. ملی گرایان از مصدقی ها تا راست های رادیکال در مقابل توده ای ها صف می کشند. داریوش یکی از این افراد است. در اون موقع حزب دست راستی به نام سومکاو تشکیل داده بودیم. حزب خیلی زیاد تحت تاثیر حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان بود، به شدت ناسیونالیست. حزب کوچکی بود، هیچ وقت بیش از شاید 1000 یا 2000 نفر نشد در سراسر ایران و نقشش اصولاً نقش مخفی و ضد کمونیستی بود. مهمترین تأثیری که این حزب کرد شاید این بود که در جاهای نسبتاً زیادی حزب توده رو از صحنه بیرون کرد یا در مقابل حزب توده به طور مؤثری ایستادگی کرد. حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران مشهور به سومکا در ابتدا حامی مصدق است، اما پس از مدتی از مصدقی ها و جبهه ملی فاصله می گیرد. در دوره نخست وزیری مصدق رهبران حزب سومکا بازداشت می شوند و داریوش و همایون نیز تا پایان دوران مصدق به زندان می افتد. تا 30 تیر 1331 من طرفدار مصدق بودم و در تظاهرات 30 تیر هم شرکت کردم. بعد از روی کار آمدن حکومت سپهبد زاهدی و افزایش تدریجی و روزافزون قدرت شاه، دوباره یکی از سرخوردگی‌های زندگی ما و نسل ما پیش آمد. ما همچنان در 3 جبهه می‌جنگیدیم، هم با توده‌ها می‌جنگیدیم، هم با بقایای جبهه ملی می‌جنگیدیم و هم با رژیم می‌جنگیدیم. مبارزه ما از اون به بعد با این رژیم جنبه غیر مستقیم و بیشتر از راه مطبوعات بود. حدود سال 33 و 34 مقالاتی در روزنامه ایران ما می نوشتم در زمینه سیاست خارجی ایران و در 1334 هم رفتم به روزنامه اطلاعات مترجم شدم و شروع کردم به نوشتن. من موقعیتم با دستگاه حکومتی خیلی خوب نبود، به طوری که در سال 1344 که درخواست کردم یک امتیاز روزنامه به من داده بشه و روزنامه منتشر بکنم، با این تقاضا موافقت نشد و 2 سال طول کشید که با خود آقای هویدا که نخست وزیر بود خیلی دوست شدم و اون رابطه شخصی ما کمک کرد که او بالاخره موافقت بکنه و روزنامه رو بهم بده، اگرچه با احتیاط‌های زیاد. بسیار
بسیاری از چهره هایی که ما الان در روزنامه آیندگان معرفی کردیم به خوانندگانمون پیش از آیندگان چندان شناخته نبودن. در روزنامه آیندگان هم با آزادی بیشتری، با وضوح و صراحت بیشتری راجع به اوضاع کشور می نوشتن، چون زمانه هم تغییر کرده بود، یک کمی آزادی قلم بیشتر شده بود در اون سالهای اول روزنامه 46, 47, 48, 49, 50 اینا دوره فعالیت شدید روزنامه نگاری ما بود. موضعی که ما در روزنامه آیندگان داشتیم موضع اصلاح طلب و موافق بود، موافق مشروط اصلاح طلب بود. یک تفاوت اساسی بین ما و بقیه روزنامه ها بود و این است که روزنامه های دیگر از موضع موافق رژیم بر ضد رژیم عمل می کردند و ما از موضع منتقد رژیم از رژیم دفاع می کردیم. با رهبری همایون روزنامه آیندگان پایگاهی برای اندیشه های ناسیونالیستی و لیبرال می شود. علاوه بر آن در تشکیل نهادهای صنفی مطبوعاتی هم نقش آفرینی می کند. من یکی از مؤسسین سندیکای روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات بودم و یک دوره هم دبیر اون سندیکا بودم. سعی می کردم که به موضوعهای روشنفکرانه بیشتر بپردازم، اما یک مشکل اساسی ما داشتیم. جامعه روشنفکری ایران در اون سالها به طور روزافزونی رادیکالیزه و چپگرا می شد و ما نفوذ چندانی در روشنفکران ایرانی نداشتیم. در طول اون سالها نفوذ اصلی مال محافلی بود، روزنامه ها و کتاب ها و نشریاتی بود که از مواضع چپ دفاع میکردن و تعدادشون بیشمار بود. هر چندگاهی یک صفحه مخصوص آل احمد داشتن، یک صفحه مخصوص صمد بهرنگی داشتن، یک صفحه مخصوص نمیدونم فلان نویسنده چپگرای دیگه داشتن و دائما این آسیاب رو آب میریختن توش و این گرایش های چپگرایانه در جامعه نفوذش بیشتر میشد. در نتیجه ما به طور روزافزونی منزوی شدیم و صدای ما صدای تنهایی شدیم. رویکرد انتقادی همایون سبب می شود حساسیت ها روی او زیاد باشد و از جمله شخص شاه نیز او را به چشم یک منتقد نگاه می کند. شاه هر روز روزنامه ها رو خیلی به دقت می خوند و من در سال 48 مقاله نوشتم درباره انقلاب سفید یا که اون وقت انقلاب شاه و مردم مثل که دیگه نامیده می شود. سال روز انقلاب شاه و مردم فرا می رسد. ملت ایران که با تصویب اصول این انقلاب راه خود را به سوی آینده ای تابناک گشوده است به جشن و شادمانی می پردازد. و در اون مقاله نوشتم که این برنامه انقلابی نیست، یه برنامه اصلاحی است و بعضی موادش هم اصلا اجرا نشده هنوز و اگر هم اجرا می شد یه تصمیم های ساده اداری بود. آقای هویدا منو صدا کرد و گفتش که شاه بسیار عصبانی شده و تو دیگه به آیندگان نرو، ولی گفتن که مقاله میتونی هم چون برای آیندگان بنویسی. و من 5 هفته دیگه به آیندگان نمیرفتم با اینکه مدیر آیندگان بودم و کارها رو با تلفن حل میکردم و چندین مقاله باز همچنان نوشتم تا بالاخره رفتن و وساطت کردن و من برگشتم به آیندگان. شاه بسیار در کار مطبوعات مداخله میکرد و نمونه های بیشمار من دارم. ما باید سکوت ایرانیان را قشنگ روشن و تمیز از هم جدا. ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی را پایگذاری بکنیم و اسمش هم بد نیست بگذاریم یا رستاخیز ایران یا رستاخیز ملی. ببینید که همچی سابقه بوده یا نبوده. حزب رستاخیز بعد از تجربه بیش از 20 ساله شاه در نظام حزبی پیدا شد. از
اواسط دهه 40 مسئله شرکت دادن مردم در فراگرد سیاسی هم برای شاه مطرح شد. به این نتیجه رسید که به جای داشتن دو حزب که یکیشون واقعا به حساب نمی آمد، یک حزب واحد تشکیل بشه. از همون روز من یه سهم فعالی در حزب گرفتم و افتادم توی جریان حزب از همون روز اول. از اونجا که جناح‌ها سهم بزرگی در زندگی حزبی دارند، باید در مراجع مهم تصمیم گیری حزبی حضور داشته باشند و در جریان کارهای حزب قرار بگیرند. به این منظور ماده 4 اساسنامه به صورت تازه‌اش اصلاح شده و پیشنهاد میشه. استقبال مردم در آغاز از حزب فوق‌العاده زیاد بود. دلایلش هم اولش البته فرصت طلبی بود. اشخاص میخواستن به حزبی که رهبرش پادشاه مملکته ملحق بشن. عده زیادی روی ترس اومدن. یه عده این حزب رو یک گشایشی در سیاست ایران تلقی کردن. من یکی از اونها بودم که فکر کردم زمینه‌ای برای فعالیت و ورود افکار تازه و تزریق خونهای تازه به اون دستگاهی که به نظر من به کلی دیگه بیمار و بی‌حرکت شده بود فراهم شد. در پایان نشست صبح امروز کنگره حزب رستاخیز ملت ایران، کمیته های قطعنامه و اساسنامه کار خودشون رو آغاز کردند. من استدعا دارم دوستان عزیز واقعا این کار رو جدی بگیرید، چون این حزبی است که همتون متعلق یا الان سازمان که نمیخوام بگم دولتی میشه، الان بین دولت و حزب خیلی فرق زیادی نیست ها. برای خاطر همین آقایونی که صحبت کردم یه پاشون دولتی است، من ندیدم کسی ببینم کسی، نه همشون ملت و دولت اینا در یه ردیف هستن. بعد از شاشات کمتر از یک سال به این نتیجه رسید شاه که نخست وزیرم تو هم رئیس حزب باشم رئیس دولت. چرا؟ شاه میخواست که رقیبی برای هویدا بتراشه، هویدا بیش از اندازه نیرومند نشه و شاید هم احساس میکرد هویدا به تنهایی از عهده همه این کارها بر نمیاد. به هر حال یک کنگره دیگری تشکیل شد و در اون کنگره دبیر کل حزب شد آقای آموزگار که وزیر کشور. آموزگار هم دعوت کرد از من برای قائم مقامی، چون من سابقه کار حزبی و سیاسی بیشتر از دیگران داشتم. موفق ترین کاری که اون حزب رستاخیز کرد اون شیوه این بود که مسئولان میشستن جلوی مردم، مردم هم ازشون سوال میکردن، اونا مجبورن پاسخ بدن. این برای اولین بار در ایران شاید به این صورت عمل شد و این مهمترین کاری بود که حزب کرد. 10 ماه نگذشته بود از کار ما در حزب که دولت تغییر کرد و دادهای دیگری، و من خیلی علاقه داشتم که در حزب بمونم و دبیرکل حزب بشم، ولی از من دعوت کردن که وزارتخونه رو عهده‌دار بشم. پیش از این که من به دولت برم، آموزگار آمد پیش من و گفتش که من قرار دولت تشکیل دادم و تو هم بیا به کابینه. گفتم من میخوام حزب بمونم. گفت نه، حزب اصلا مطرح نیست و به کس دیگه داده خواهد شد. و گفتم چیه؟ گفتش که وزارت اطلاعات جهانگردی. به اراده مبارک ملوکانه مقرر است که در سمت دیگری افتخار انجام وظیفه داشته باشم. امروز جلسه هیئت وزیران را تشکیل دادم و دولت استعفای خود را تقدیم کرد. بالاخره بدترین ترس‌های هویدا تحقق پیدا کرده بود و آموزگار آمده بود و جانشین شده. هویدا همیشه به آموزگار به عنوان یک رقیب نگاه کرد. هویدا با مقامی که وزارت دربار داشت به سرعت تبدیل شد به یکی از مهره‌های اصلی سیاست ایران دوباره و یه مرکز قدرتی در وزارت دربار به وجود آورد که طبعاً با هر دولتی نخست وزیرش هر که می‌خواست باشه تعارض پیدا می‌کرد. شاه خیلی خیلی کار نادرستی کرد که این دوتا مرکز رو در مقابل هم قرار داد. نتیجه‌اش شد که این دوتا رژیم رو ضعیف کردن. آنچه که امروز در اینجا عرضه می‌شود سیاست‌ها و اصول کلی برنامه‌های دولت است. وقتی دولت آموزگار روی کار آمد، مسائلی که جامعه به حد انفجار رسونده بود، آب بود، برق بود، نون بود،
گوشت بود و تورم بود، تورم فوق العاده وحشتناک مسکن بود. جریمتون نمیکنه؟ چرا جریممون هم میکنن. اینجا قبل از عید میوه رو تحریم کرده بودن، الان مردم میخرن. الان میخرن، الان نسبت به شب عید بهتر میخرن، ارزونتره، فراوونتره. در شش ماه دوم دولت آموزگار مسئله سیاسی بود که تمام رژیم رو داشت تهدید میکرد. به باور برخی از مورخان انتشار مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه که با آیت الله خمینی حمله میکند از جرقه های انقلاب 57 است. بعد از انتشار مقاله برای اولین بار بعد از سال 1342 عده‌ای از هواداران خمینی در قم تظاهرات میکنند. من تلفن کرد، گفت مقاله ایست که شاه امر فرمودند که هر چه زودتر در یکی از روزنامه‌ها چاپ بشه. اون روزی که در کنگره من بودم و در کمیسیون نشسته بودم و داشتم کارها رسیدگی می‌کردم و دور و برم پر از کاغذ و پر از آدم، رئیس دفتر هویدا آمد و یه پاکت بزرگ سفیدی آورد و گفت اینو مقاله ایست که فرمودند. دیگه نگاه کردم دور و برم و خبرنگار اطلاعات اتفاقاً وقت اون نزدیکی ها بود، صداش کردم گفتم اینو بده هر چیز زودتر چاپش کنم. فردا سردبیر نشریات اطلاعات تلفن کرد، گفت آقا این چی برام فرستاده؟ گفتم چیه؟ گفت بله این به خمینی حمله کردن. گفت خب من به ما مربوط نیست، حمله کردن که کردن. گفت اگه ما اینو چاپ کنیم قم وضع روزنامه خراب میشه و چرا ما این کارو بکنیم؟ گفتم خب لابد شما چون 50 سال در میان از مملکت برخوردار شدین، حالا یه خسارتی هم اگه وارد میشه خب شما گفته میشه. های جریانی بود که ناگزیر روزی به زد و خورد و مبارزه علنی تبدیل میشه. خب اون مقاله تصریحش کرد و اون جنبه سمبولیک رو پیدا کرد. تظاهرات قم با دخالت شهربانی سرکوب میشود، اما تعدادی کشته و زخمی به همراه دارد. مراسم 40 این کشته شدگان خود محلی برای تظاهرات بعدی است و از تابستان سال 1357 به تدریج تنش فضای سیاسی کشور را فرا می گیرد. دو جایی که بعد از قم تظاهرات و آشوب پردامنه ای روی داد، یکی در تبریز بود در زمستان 1356 و بعد اصفهان بود در تابستان 1357. چند هفته بعد از اون آشوب هم در شهر تبریز تظاهرات خیلی بزرگی از طرف حزب رستاخیز تشکیل شد که من هم رفتم تا چشم کار میکرد توده های جمعیت بودن. منظور این است که اوضاع کاملا در کنترل دولت بود، دستگاه حکومتی بود و به سادگی میشد اون وضع رو ادامه داد. روش دولت تا شهریور 1357 ایستادگی بود و مقاومت بود و ندادن هیچ گونه امتیازی به مخالفین و این روشی بود که به نظر من میبایست ادامه پیدا میکرد و با بالا گرفتن کار آشوبها تشدید هم میشد. سخنگوی دولت درباره احتمال اعلام حکومت نظامی در شیراز یادآور شد. حکومت نظامی در شیراز نیازی نیست و از به صورتی نیست که الزام بکند. البته باید توجه داشته باشید که هر وقت در یک شهری تظاهراتی صورت گرفت و احیاناً شهربانی از مثلا واحد ارتشی کمکی خواست، 4 کامیون نظامی هم اومدن به کمک پاسداران، این معنیش حکومت نظامی نیست. آبادان شهر ماتم و عزا امروز چهره غمگین و افسرده داشت. شهر یکسر سیاه پوش بود. داستان آتش زدن سینمای رکس و کشته شدن نزدیک 470 نفر در اون سینما البته ضربه‌ای بسیار سنگینی بود به دولت، برای اینکه نمی‌خواستن باور کنن و این کار رو با کمال بی‌انصافی به خود دولت نسبت می‌دادن، بهانه داد به دست کسانی که می‌کوشیدن دولت رو عوض بکنن و دولتی رو کار بیارن که با آخوندها روابط بهتری داشته باشه. داستان سینما رکس آبادان شاید تصمیم شاه رو به جلو انداخت و به آموزگار تکلیف کرد که استعفا بکنه. خود شاه در کتابش نوشته که شاید بزرگترین اشتباهش این بوده که دولت رو در اون موقع عوض کرده. با اون
ترتیب که دولت آموزگار واگذار به استعفا شد و دولتی به جاش آمد، نخست وزیری به جاش آمد، ما مأموریت امتیاز دادن سرتاسری به نیروهای مخالف، او اشتباه بسیار بزرگ و به نظر من اشتباه مرگباری بود. یعنی اون روز پادشاه امضای خودش رو زیر فرمان انقراض سلسله پهلوی گذاشت. بینندگان عزیز، من از کاخ نخست وزیری با شما صحبت میکنم. بامداد امروز بعد از اینکه شاهنشاه آریامهر اعضای جدید هیئت دولت رو به حضور پذیرفتند، آقای شریف امامی به اتفاق سایر آقایون وزرا به کاخ نخست وزیری آمدند و اولین جلسه هیئت دولت جدید تشکیل شد. کسانی در حکومت شریف امامی بودند، دو سه نفری که خواب نخست وزیری رو می‌دیدند. یکی از اونها روی شاه به اصطلاح کار می‌کرد و شاه رو راهنمایی می‌کرد در پاره اقداماتی که بعداً هم تبدیل شدن به سیاست‌های دولتگاه شاه. مثلا فکر دستگیر کردن رهبران سابق حکومتی، نخست وزیر و وزیران سابق و رئیس پیشین سازمان امنیت و شهربانی و غیره. فرماندار نظامی تهران و حومه اعلامیه شماره 1 خود را به این شهر منتشر کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم، مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نمود. روزی که حکومت نظامی اعلام شد 15 آبان بود و همون شب ساعت 1 بامداد 16 آبان آمدن منزل ما، منو گرفتن و گفتن چیزی نیست و چند ساعتی بیشتر نیست، که البته معلوم بود بیمعنی است. علت دستگیری من اون مقاله‌ای بود که بر ضد خمینی در روزنامه اطلاعات چاپ شد. وقتی که دولت آموزگار استعفا کرد، دو روز سه روز بعدش در روزنامه اطلاعات مقاله‌ای چاپ کردن، تمام مسئولیت مطلبی که از ضد خمینی چاپ شده بود به گردن من انداخت به عنوان وزیر اطلاعات جهانگردی. عده زیادی به شاه فشار آوردن که منو باید بگیرن و دستگیر بکنن و محاکمه بکنن و فشار میارن که اینا رو باید اعدام بکنیم. هر چه اتفاق میافتاد به زیان ما بود. چه شاه موفق بشد، چه ارتش میتونست شورش ها رو در هم بشکنه، چه انقلابیون موفق میشدن، ما مصرف کردنی بود و از بین رفتنی بود. در روز 21 بهمن 1322 بهمن 1357 وقتی زندان ما مورد حمله چریک ها قرار گرفت، ما به همراه سایر زندانیان توانستیم از زندان فرار کنیم. البته چند تن از دوستانمون گرفتار شدند و من 15 ماهی در ایران مخفی بودم و بعد بالاخره از طریق کردستان و ترکیه به اروپا رفتم. این داستان فعالیت های سیاسی من. داریوش همایون در دوره تبعید اجباری بعد از انقلاب همچنان برای استقرار لیبرال دموکراسی می کوشد، حزب مشروطه ایران را پایه می گذارد و مشروطه خواهی پارلمانی را جان تازه‌ای می دهد. در سال 1389 پس از 7 دهه فعالیت سیاسی در پاریس چشم از جهان فرو می بندد.